آیفون به آیفون. وقتی که یه گوشی آیفون جدید میخریم و دلتون میخواد تمام چیزایی که توی اون آیفون داشتین رو بریزین توی این جدیده، چی کار باید بکنین؟ اصولا مغازه دارا ازتون یه پولی میگیرن و این کار رو براتون انجام میدن. چرا خودتون این کار رو نکنین؟ من فرش نشاط هستم و توی این ویدیو بهتون یاد میدم چجوری کل چیزای این آیفون رو بریزید توی اون آیفون. شما دو تا راه دارین، یا اینکه از طریق گوشی به گوشی این کار رو انجام بدین که راحت ترین راهه، یا اینکه از طریق آیتونز این کار رو انجام بدین. یعنی آیتونز به درد چه موقعی میخوره؟ به درد وقتی میخوره که شما گوشیتون رو دارین میفروشین به یکی دیگه و بکاپ کل گوشیتون رو لازم دارین. اما گوشی به گوشی که راحت ترین راهشه، به چه دردی میخوره؟ اینکه شما گوشی که دارین میخرین و گوشی قدیمی پیشتونه و دوتا رو میتونین با کنار هم گذاشتن کل اطلاعاتش رو به هم دیگه انتقال بدین. اول بریم سراغ آیتونز. اولین کاری که باید بکنید اینه که آیتونز رو روی لپتاپتون نصب بکنید. بعد از اون اپلیکیشنش رو باز نگه دارین و با کابل شارژتون گوشیتون رو بهش وصل کنید. همون موقع آیتونز گوشیتون رو میاره بالا و تمام این دکمه ها رو بزنید برید جلو تا اینکه به قسمت بکاپ آیفون برسید و بهش میگید که بله، من میخوام از این آیفون بکاپ داشته باشم. نسبت به حجم گوشیتون شاید یک ساعت اینا طول بکشه. وقتی که آیتونز بکاپ رو گرفت، شما با خیال راحت میتونید گوشی رو بدین بره. اول از همه دوباره آیتونز رو باز نگه دارید. قبل از اینکه گوشی رو به لپتاپ وصل کنید، یه همچین لیستی براتون باز میکنه که از چه طریقی میخواید بکاپتون رو به این لیست منتقل بکنید که Restore from Mac or PC رو انتخاب میکنید و گوشی رو به لپتاپ وصل میکنید. به محض اینکه وصل بشه، دو تا گزینه واسهتون میاره که شما دومین گزینه رو انتخاب میکنید، Restore from Disk Backup. وقتی این گزینه رو زدین، یه دونه کارت واسهتون باز میشه برای زدن پسورد. پسوردی که اینجا میزنید پسورد قفل آیفونتونه، نه پسورد اپل آیدی. و باز حدوداً یک ساعت طول میکشه، اما میبینید که کل اطلاعاتتون رو توی گوشی جدیدتون میریزه. و اما راحت ترین راه، گوشی به گوشی. وقتی که آیفون جدیدتون رو میخرین، دوتاشو روشن میکنین. بلوتوس آیفون قدیمی هم باید روشن باشه. وقتی که بلوتوسش روشن باشه، یه گوشی جدید که بیاد کنارش ازت میپرسه، میگه که میخوای کل اطلاعات اینو بریزیم تو این؟ و شما با یه بله خودتون رو خوشحال میکنین، به خاطر اینکه در عرض چند دقیقه کل اطلاعات این آیفون روی اون آیفون ریخته میشه. اوکی، این دایره رو ببر روی اینجایی که آیفون جدیدت هست. شما گوشیتون رو میگیری روی آیفون جدید و توی این انتقال میتونم بگم ذره ذره چیزاتون منتقل میشه. سوال: اگه مثلا آپدیت جدید اومدیم انجام دادیم و مثلا کانتکت من نیومده بالا، بعد چی کار کنم؟ من میخوام فقط کانتکتم بیاد. متاسفانه راهی نداریم، به خاطر اینکه یه چیزی این وسط، یه کاری این وسط لنگیده و اگه بخواید دوباره این کارو انجام بدین، باید گوشی جدید رو دوباره ریسیت کنین و از اول این کارو انجام بدین. آیفونیای عزیز، ببینم چجوری بکاپ میگیرید. خب اینم از یه آموزش دیگه. تا ویدیو بعدی.